سلام محمد دوستای خوبم، در آتشوین من علی رجبی هستم. تصویر رو برای شما انتخاب کردم، در حد از آرشیو عکس های قدیم هم این عکس رو انتخاب کردم برای اینکه ببینیم ما چطور میتونیم تصویری مثل این رو در حقیقت با توجه به فضایی که محیط ما داره تبدیل کنیم به یک فضای قدیمی تر. مخصوصا خیلی به ما کمک میکنه فضای پاییزی که تو این عکس هست. خیلی از اوقات شما ممکنه قبل از عکاسی وقتی میخواین عکسی رو ثبت بکنید یا دقیقا تصویر رو ثبت بکنید، واقعا تصمیم بگیرید که یا دقیقا تصمیم گرفته باشید که وقتی این عکس رو ثبت کردم این فرمتی ایتش بکنم یا به این شکل برسه تصویران. و این عکس از همون دسته تصاویر هستش که به دلیل فضایی که اینجا موجوده، قبل از اینکه من عکس رو بگیرم داشتم این فهم کردم خب اگر بخوام ادیتش بکنم قاعدتا به اون فضای قدیمی میرسم. حالا اما چطور این روند در حقیقت به ما کمک میکنه؟ یعنی بیایم ببینیم که چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم و هر تصویری میتونه فضای خاص خودش داشته باشه. اولین نکته که اینجا به ذهنم میرسه و شما اگه بهش دقت بکنید، تصویر من کمی آندره، یعنی کمی نور تصویر من تیره است. میام و با استفاده از لولز اینجا هایلایت هم رو درگ میکنم و بالا میارم. البته خیلی بالا نمیارم چون رنگ ها کاملا در تصویر بر من خیلی اگزاجر یا اغراق آمیز میشن. کمی تا اینجا فکر میکنم خوب باشه برای اینکه به اون فضایی که من میخوام نزدیک است. بعضی که این کارو کردم میخوام کمی رنگ ها رو پخته تر بکنم و جون رنگ ها رو بگیرم. میام با استفاده از بلک اند وایت اینجا و چنل هم رو روی گرین میذارم و بلندینگ مودم رو از نرمال به هارد لایت تغییر میدم تا رنگ های من به این شکل در بیان. همونطور که میبینید دوستای خوب من، این قسمت پایین دقیقا الان تیره است یا تیره شده. این فضا من رو اذیت نمیکنه. چرا؟ چون کاملا در تضاد با این هایلایتی که یا برقی که ما الان روی ماشین داریم و نه تنها اذیت نمیکنه بلکه کمک میکنه برای اینکه این در حقیقت ماشین ما خیلی خیلی خوب خودش نشون بده. پلاک کاملا اینجا از بین میره، قسمت پایین ماشین کاملا از بین میره و کمی هایلایت روی رینگ میمونه و روی قسمت کاپوت سمت چپ و رفلکتی که ما روی شیشه ماشین داریم خیلی خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه. حالا همونطور که میبینید تو فضایی که من اینجا دارم قاعدتا درخت هست، هوا ابریه، ولی میتونه کمی نورها از شاخهای درخت رد بشه و به این قسمت پایین یا زمین برسه و اینها رو روشن‌تر بکنه. برای من این کاری که من انجام میدم با استفاده از چنلز اینجا، اجازه بدید من اینا رو پاک کنم و ببینیم که چطور اون رو به دست میاریم. از کانال بلو خیلی راحت، از کانال بلو اینجا من یک کپی میگیرم و با استفاده از لولز کنترل ال کمی روشنی هام رو در قسمت پایین افزایش میدم، اما تیرگی هام رو هم زیاد میکنم برای اینکه به این فضا برسم. اوکی میکنم، با استفاده از براش شروع میکنم به پاک کردن قسمت های بالا، چون به قسمت های بالا نیازی ندارم. به عنوان یک سلکشن حتی ماشین رو هم از بین میبرم به این صورت و این فضای این قسمت بر من باقی بمونه. باز میتونم با استفاده از لولز کمی روشن تر بکنم برای اینکه تو دست در باشه. اوکی میکنم، کنترل نگه میدارم کلیک تا این قسمت بر من سلکت شه به این صورت و یک لایه جدید میسازم. Alt Shift Control N، اسمش رو میذارم Light، فرض کنید اینجا Light و بعد رنگ سفید فیل میکنم. این خیلی راحت Alt Backspace رنگ سفید رو روی زمین فیل میکنم. حالا یک بار یا دو بار یا سه بار، همونطور که میبینین زمین رو کاملا من دارم اینجا روشن میکنم. هم این قسمت در حقیقت خودش رو داره خیلی خیلی خوب نشون میده، همین قسمت پشت خیلی واضح به نوعی سفیدیار میبینم. حالا کمی اپاسیتی رو میتونم کمتر کنم، مثلا به جای 100 اپاسیتی رو میذارم روی 70 و به این شکل تصویرم رو دارم. Alt Shift Control E مرج از لایه هایی که دارم، چون از این وقت رو این میخوام کار بکنم، مرج رو دارم. البته اجازه بدید که درست مرج. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه، اول غلظت رنگی عکس رو به طور کامل میگیرم، یعنی میام اینجا با استفاده از Hue and Saturation، نمیخوام از بلک اند وایت استفاده کنم، یا با استفاده از Hue and Saturation این کار انجام بدید، یا با استفاده از چنل میکسرم این اتفاق میتونه برای شما بیفته. و بعد از اون میام در فوتو فیلتر و فیلتر سپیار انتخاب میکنم و بعد دنسیتی رو تا 100 بالا میبرم. اما نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که وقتی بلندینگ مودم رو از نرمال به اوورلی تبدیل میکنم و یه همچین فضایی رو در حقیقت به وجود میارم که اپاسیشن میارم پایین، میذارم روی فرض کنید روی 55 یا 60 یا حالا هر چیزی که دارم، این اون چیزی نیستش که من میخوام. یعنی این همه ما به طور نرمال فکر میکنیم که اوکی اینجا
از فوتو فیلتر استفاده میکنیم، میذاریم سپیا، به اون فضای قدیم میرسیم. نه، این اونجوری نیستش که من میخوام اون فضای چرک یا اون فضای در حقیقت به نوعی فاگ گرفته یا مه گرفته ای که چرکه و حس قدیمی رو به من میده، تو این فیلتر اعمال نمیشه. ترفندی که من به تصویرم میزنم برای اینکه به اون فضا برسم با استفاده از لولز، میام توی لولز و این بار به جای اینکه از شادوز هایلایتس یا میتونز استفاده کنم، روی برایتنس تصویرم کار میکنم. خیلی ساده، اگر برایتنس تصویرم رو بالا ببرم، دقیقا اون فضایی که مد نظر من هست الان برای من تولید میشه، تصویری که فرمت سپیا داره اما کنتراست بالایی نداره، یعنی از این قالب خارجه. این میتونه حتی یک ویرایشی باشه که شما در کارهای روزمرتون یا در دنیای امروز هم میتونید ببینید، ولی البته نمیخوام بگم این فضا رو در دنیای امروز نمیبینید، ولی خیلی خیلی راحت با استفاده از برایتنس این کار انجام میدید. حالا چند تا کار دیگه میتونید بکنید برای اینکه اون فضا رو پخته تر یا تکمیل تر بکنید، یا به نوعی اون رنگ هایی که مد نظرتون هست تو عکسای رنگی قدیمی هم خوشونشون میده به تصویر اضافه بکنید، یا تصویر رو همینجور متوقف میکنید، یا اینکه میاید توی color lookup از قسمت سوم فرمت red, blue و yellow انتخاب میکنید تا این فضا به طور کامل روی تصویر مپ بشه، یا اگر این کار نکردید میاید توی قسمت دوم فرمت CNN blue انتخاب میکنید تا به این فضا برسید. میتونه این قالب باشه یا این قالب باشه یا فرض کنید این قالب. در حقیقت آنچه که مهمه اینه که ما اون فضا سازی رو انجام دیم، تصویر اول من و تصویری که در نهایت من تولید کردم و ازش ساختم. خب سفیدی روی زمین رو حتما دقت بکنید، نیاز داره، همونطور که می‌بینید چقدر در تصویر کمک کرده ما. من اینجا از داجینگ و برنینگ استفاده نکردم چون نمی‌خواستم اون کنتراست خوش زیاد نشون بده، بنابراین رنگ‌ها پخته شدن، فضا سازی من انجام شده، اون چرکی که من می‌خواستم به تصویر اضافه شده، هرچند که شاید شما دلتون بخواد شاید دلتون بخواد که کمی اینجا مثلا فرش کنید، البته من نمیدونم تو جای شما ممکنه چی باشه، ولی کمی اینجا مثلا میشه روشن‌تر کرد با استفاده از داج، اونم کمی. خیلی ساده من این کارو انجام بدم تا به این فرمت، یعنی به این فضا برسیم، کمی روشن‌تر بشه و بعد هم از color lookup استفاده بکنیم.